What is Bloggers Day? از خاطر سن رو بگی؟ از شروع کنم؟ از چه سنی با وبلاگ آشنا شدی؟ اولین تلاش های اینترنتیم با وبلاگ بوده. بعد وبلاگ وبلاگ یه چیز نوستالژی که برای من وبلاگ دیگه چه بگم؟ موقع اصلا وردپرس و اینا هم نبود ولی وبلاگ خیلی مهم بود. Today is 5th of August and it's International Bloggers Day. خب راستش من از اونجایی که یادم میاد ولی مواجهم با وبلاگ و کلن چیزای بلاگری و اینا ساله 84 بود مثلا 89-90 بود. یه خانمی تو اون کافینت بود که یادم ازش خواستم که یه دونه صفحه وبلاگ برام بسازه، وبسایت بلاگفار رو به من معرفی کرد که این بلاگفار بیس این شد که من اصلا وارد دنیای اینترنت بشم، وارد دنیای کسب و کار اینترنتی بشم. من اولین خاطره ای که از اینترنت دارم اصلا وارد دنیای وب بشم، یعنی فهمیده بودم که یه چیزی هست به اسم وبلاگ که هر کسی میتونه رایگان یه صفحه به اسم خودش توی اینترنت بسازه و اینکه این دامین یا همون یو آر الی که امروز در موردش صحبت می‌کنیم یا اون لینک رو میتونی به اسم خودت درست کنی خیلی برای من جذاب بود. شرایط اینترنت به این شکل نبود، خب خیلی پایین بود و ما دردسر خاص خودمون داشتیم. از اینکه اولین وبلاگمو ساختم اینقدر ذوقشو داشتم که اینو به همه مردم معرفی کنم و بگم وای من یه سایت دارم، یه وبلاگ دارم، یه دونه مهر کار کرده بود برای یکی از اقوام بود که ازش استفاده می‌کرد توی داروخونه. بعد من با یکی از دوستام اومدم اینو گرفتم و روش آدرس وبلاگم دادم، هک کردم. بعد اینقدر ذوق داشتیم که همه جا اینو می‌زدیم، روی پول، روی دیوار، روی دفتر، روی کتاب، هر جا می‌رفتیم این آدرس وبلاگمون رو تونتون با مهر می‌زدیم که مردم بیشتری مثلا بتونن ما رو نتیجه روش غیر ممکن بود، یعنی کسی از هیچ وقت از طریق اون مهرا وارد وبلاگ ما نمی‌شد. یه وبلاگ داشتم اسمش کلبه چوبی بود تو میهن وبلاگ، بعد توش همه شعرهای عاشقانه اولین پلتفرم وبلاگ نویسی در جهان سال 1998 طراحی شد به اسم اوپن دایری. بارش دفترچه خاطرات برای تمام دنیا هستش. با یه سری ها که بچه های دیگه بودن های تبادل لینک میکردیم. اولین کارهایی بود که ما مثلا توی اینترنت اون موقع میکردیم، خیلی جالب و بامزه بود. کلی با بچه ها اونجا دوست میشدیم. تنها انرژی که تو میتونستی در روز یا در یک هفته بگیری این بود که یک نفر که حالا غریبه هم بود مسلماً، حتی چهرت هم ندیده بود، میومد برای تو زیر یکی از مطالب یا پستای وبلاگت برات کامنت میذاشت. این وبلاگ جهان توسط جاستین هال به اسم لینکس نت بود که طراحی شد که تا امروز هم فعالیت داره. یه سایتی بود به اسم وبگذر که الان هم هستش، البته جز استارتاپ‌های موفق ایرانی که اون زمان فعالیت میکرد. وبگذر هر چند وقت یه بار یه سری ابزارهای رایگان میذاشت با کدای جاوا اسکریپت که کسایی که وبلاگ نویس بودن میتونستن ازش استفاده کنن. مثلا آمارگیر داشت، کد نظرسنجی داشت، چون خود اون سرویس های وبلاگ دهی مثل الان مثل وردپرس نبودن که کلی امکانات داشته باشه. استفاده کردن از اینترنت دایل اپ بود که اون زمان ما میرفتیم از سوپرمارکتی سی کارت می‌خریدیم. حتما بعضی آشنایی دارم با این فلسفه اینترنت دایل اپ. کلی مرحله رو بعد طی می‌کردیم تا بتونیم سرچ ساده کنیم. بعد باید خط تلفن خونه رو قطع می‌کردیم، اینترنت دایل اپ رو وصل می‌کردیم، بعد یه سری صدای سفینه‌های فضایی میداد به اینترنت وصل می‌شد با یه صورت خیلی وحشتناک و تلفن اشغال می‌شد و این خیلی بد بود. جالب بدونید که هر ماه نزدیک به 21 میلیارد محتوا در وبلاگ وردپرس منتشر میشه. گفتش که امروزه بلاگ بیشتر تبدیل به پادکست شده، چون دیگه مردم خیلی شاید مثل قدیم اینقدر وقت نمیذارن که بشینن بلاگ بخونن، ولی خیلی علاقه به سمت پادکست خیلی بیشتر شده. و چالشمون این بود که این وبلاگ چقدر در روز بازدید داشته باشه. ددی رو که چند نفر امروز اومدن تو وبلاگ وقتی چک میکردی خیلی جالب بود، مثلا یه نفرم نظر میذاشت پایین پستی که گذاشتی توی وبلاگ، اصلا آدم کلی ذوق میکرد. از اون زمان ما برای اینکه بتونیم آمار بازدیدمون رو بیشتر بکنیم میرفتیم توی وبلاگ‌های دیگران، وبلاگ‌های دوستامون کامنت می‌ذاشتیم، بعد درخواست تبادل لینک بهشون می‌دادیم. اینکه ما از قبل اون سختی‌هاشو دیدیم بعد الان اینطوری شده خیلی واقعا جذابه. امیدوارم که همیشه اینطوری بمونه و بعد بهتر بشه، قطع نشه. وبلاگی که در موردش صحبت می‌کنیم یکی دو سال بعد برای من تبدیل شد به یه فروشگاه اینترنتی و بعدش تبدیل شد به یکی از پرسودترین کسب و کارهای من و بعدش هم تبدیل شد به یک استارتاپ و کسب و کاری که الان دارم از طریق اون کار میکنم و پیشرفت میکنم. حس میکنم خیلی وقتا یه سری چیزا هست توی دنیا، حالا چه در دنیای واقعی چه در دنیای مجازی، که خیلی جدی نمیگیریمش و فکر میکنیم که
شاید گذرا باشه و چند سال بعد واقعا وجود نداشته باشه، اما اینقدر اثر خودشون رو توی زندگی پررنگ میکنن که بعد از چند سال به خودمون میایم میبینیم اگر یک روز قرار باشه قطعش کنن یا از دسترسمون خارجش کنن، واقعا شاید زندگی برامون غیر قابل تحمل باشه. امیدوارم که اینترنت به همین قدرت و به همین کیفیتی که الان دارین این کلیپو میبینید همیشه در دسترس هممون باشه.